ستار رحمانی فعال حقوق کارگری ما رو همراهی میکنن. خیلی خوش آمدین آقای رحمانی. اعتصابات در سراسر ایران در شهرهای بسیاری ادامه داره. از روزی که اعتراضات شروع شد بسیاری از بازاریان و کسبه هم با اعتصابشون همراهی کردن با این اعتراضات، ولی خیلی پیوسته نبوده. با اینکه داریم میبینیم روز گذشته سطح اعتراضات خیلی وسیع تر از روزهای قبل شده، ولی خیلی پیوستگی رو در همه شهرها و همه استانها نمی‌بینیم. دلیلش رو شما چه می‌دونید؟ ببینید، اعتراضات بازاریان یه بخشش رو در نظر بگیریم، چون یه سازمانی سندیکای سراسری ندارن، بر اساس محلی تصمیم گرفته میشه. یعنی نمی‌شود انتظار داشت با این وضعی که اینها روبرو هستن بتونن یه اعتصاب سراسری رو سازمان بدن. در حال حاضر در آینده امکان داره که اینها بتونن با هم دیگه در تماس باشن و این اعتراضات سراسری بشه. در اون چیزی که اتفاق افتاده در بوکان و کرمانشاه، سنندج، مریوان، بانه، سقز و بوکان و حتی در تهران شهرک ولیعصر و همینطور بازار بزرگ تجریش، این اعتصابات در حمایت از کشتار مردم زاهدان صورت گرفته. من مطمئنم که در روند پیشروی اعتراضات مردم اعتراضات کسبه هم بیشتر میشه، اما از طرف دیگه ما اعتصابات دیگه را هم میبینیم به همین شکل، در حقیقت به هم پیوند نخورده هنوز. خب ما الان اعتراض کارگران وزارت نفت رو داریم، کارگران رسمی که از روز 15 آبان، یعنی بوده 4 روزه که در از غذا نمیخورن و سرویس غذا نمیرن. به هم دلیلشون مشخصه، در ارتباط با مسئله خواستای صنفی خودشونه و اون ماده 10 قانونی که باید اجرا بشه اجرا نشده، با بهشون قول دادن این کارو نکردن. میبینیم که این اعتراضات اکنون در حال حاضر نتونسته خودش رو سراسری بکنه و کماکان میبینیم اعتصابات گرچه ظاهرا صنفیه در بخش کارگری، اما در فضای سیاسی که در ایران وجود داره با این شرایط امکان نداره که این نوع اعتصابات به اعتصابات سراسری و سیاسی تبدیل بشن. به هر صورت باید اینو تجارب انقلاب 57 رو هم در نظر بگیریم. گرچه بازاریان اون موقع بیشتر در ارتباط با نیروهای مذهبی بودن، کمکشون میکردن، از لحاظ مالی بسیار کمکشون کردن، این به خاطر ارتباط سنتی که با نیروهای مذهبی داشتن، اما اکنون چنین ارتباطی نیست. یعنی به صورت مستقل چه در اعتراض به وضعیت بازاری که دارن بارها اعتصاب کردن، چه اکنون که در حمایت از کشتار مردم و کودکان در مناطق مختلف و به خصوص در ارتباط با زاهدان این اعتصابات صورت گرفته. این مؤثر تاثیر میذاره هم از لحاظ سیاسی که بخشای دیگه بازار در ایران بهشون بپیوندن، هم از لحاظ اقتصادی هم به حاکمیت ضربه میزنه. بنابراین باید منتظر بود که در آینده نزدیک وقتی اعتراضات شدت میگیره، اعتصابات بازاریان همراه با بخش‌های دیگه جامعه از جمله معلمان، کارگران و بخش‌های خدماتی با همدیگه هماهنگ اعتصابات خودشون برای به دلایل مختلف ادامه بدن. ممنون از توضیحاتتون. ستار رحمانی فعال حقوق کارگری.